آلودگی هوا و محیط زیست در این روزها به عنوان یک مشکل بسیار مهم در سطوح ملی و بین المللی شناخته شده است. شهرهای بزرگ افغانستان هم به خصوص شهر کابل که دیدیم از جمله جاهایی است که از لحاظ آلودگی هوا در رده‌های بلند قرار گرفته است. این که آلودگی هوا چه خطرات را به صحت و سلامتی باشنده های شهر بار میاره و کدام راههایی را باید جستجو کرد تا سلامتی خود را در این حالت حفظ نمود، معلومات بیشتر را در این مورد از آقای سید آقا ترخیل، دکتر در کلینیک صحی فرزنیس شهر واشنگتن دی سی میشنویم که همکنون در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب ترخیل، تشکر از اینکه حضور یافتین. تشکر از شما. وقت و شما هرچند هندک هم از کوشش میکنیم به سرعت صحبت بکنیم. اگر بگین که کثافت یا آلودگی هوا به صورت مستقیم و یا هم غیر مستقیمش چی تأثیرات را روی صحت داشته میتونه؟ خب هوای آلوده خودش گازهای مضر داره یا دود داره و یا هم گرد و خاک وقت داخل اتمسفر می شود هوا آلوده می شود. وقتی این گازات مضر گرد و خاک و یا هم دود داخل عضویت می شود، داخل ریه ها می شود، باعث امراض تنفسی گوناگون، باعث امراض قلبی و باعث سرطان ها نزد انسان ها می شود. دکتر صاحب ترخیل، شنیدیم که مقامات افغانستان از شهریان کابل حداقل خواستن که وقتی که بیرون میرن ماسک بپوشن. چی فکر میکنین؟ آیا ماسک درد را دوام میکنه؟ جلو مشکل اساسی را گرفته میتونه؟ چرا که کابل امیل از شاهده و یا هم شهرهای بزرگ افغانستان شاهد زمستان هست و بیشتر زغال سنگ و چوب و اینا حریف میشن به خاطر حرارت، تولید حرارت و اینا و از یک سو خاک و گل هم. اول گفته می شود که آلودگی هوا در وسط روز بیشتر می باشد. پس کوشش شود که اگر می خواهیم برای کار یا برای قدم زدن یا برای خرید می خواهیم بیرون برایم، از صبح وقت و یا هم از طرف شام بیرون برایم. از جاهایی که وجه ازدحام موتر زیاد است یا جاهایی که نزدیک فابریکاجات و اینا هستن، از اون تو جایا بدون ضرورت جلوگیری شود نریم. و شیوه بسیار مهمی که میتونه از امراضی که با از دست آلودگی هوا به میان میاد، خود پوشیدن ماسک هست که فکر کنم موثرترش ماسک هست. در کشورهای پیشرفته چه چیزهایی مراعات میشه؟ یعنی پیشنهاد شما چی است؟ حکومت افغانستان چی کار کرده میتونه که از این مشکل بیرون شود؟ هوا آلوده شدن هوا عوامل بسیار زیاد دارد. در کشورهای پیشرفته خصوصا در امریکا نهادهای مختلف هستند که در این عرصه تحقیق میکنند و کار میکنند. مثلا در امریکا Environmental Protection Agency از تمام، یعنی Environmental Protection Agency سازمان حفاظت از محیط زیست. کابل هم افغانستان هم داره از این سازمان؟ افغانستان هم داره ولی اینجا نهادهای دیگه هم هستن و اینجا کارش موثرتر است. تمام مواد سوختی که به امریکا وارد می شوند، ارزیابی می شوند، موتورا اینجا شما می بینین سال به سال یک دفعه معاینه می شوند که اگر سطح تولید گازاتشان بلند باشد برشان جواز دادن. موتورا تفتیش می شن. و برای فابریکاجات یک جایی که مثلا تشکر. تشکر از شما. دکتر صاحب ترخیل، ببخشین که من صحبت شما را قطع کردم. در برنامه پشتو هم بحث صحی خود داشتیم، دوستان اونجا میتونن دنبال بکنن.